سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. لئوناردو مدیر ورزشی پاریس سن ژرمن تاکید کرد این باشگاه همچنان به دنبال حفظ کیلیان امباپه است. مارکوس راشفورد ستاره انگلیسی و 24 ساله منچستر یونایتد مورد توجه بارسا قرار گرفته است. شرایط برای لوئیس سوارز اصلا مساعد نیست و این بازیکن به وضوح از روزهای اوج خود فاصله گرفته است. رابطه بارسلونا و عثمان دمبله ستاره جوان و فرانسوی این تیم هر روز در حال بدتر شدن است. بارسلونا با گلزنی چهره های جوان خود موفق به شکست دادن الچه شد. تنها چند ماه از قرارداد کیلیان امباپه با پاریس سن ژرمن باقی مانده و حالا مادرید از تابستان سال گذشته اقدامات خود برای جذب این ستاره فرانسوی را آغاز کرده است. اما پاریس سن ژرمن در تلاش برای حفظ این گلزن جوان بوده و لئوناردو مدیر ورزشی برازیلی این باشگاه مدعی شده است هدف آنها حفظ کیلیان امباپه تا روزی است که امکان ماندن این بازیکن در پاریس وجود داشته باشد. دو ماه دیگر نوبت تقابل ریال مادرید و پاریس سن ژرمن در لیگ قهرمانان فرا می‌رسد و کیلیان امباپه از سوژه‌های مهم آن دیدار حساس خواهد بود. لئوناردو گفت کیلیان امباپه در نقش خود به عنوان بهترین بازیکن جهان آنقدر راحت است که هیچ چیزی در اطراف این بازیکن برای عملکرد زندگی روزمره یا روحی او تاثیر نمیگذارد. برعکس او همه چیز را به مثابه یک نیروی انگیزه بخش جدید در نظر میگیرد. مردم فکر میکنند که ما به این دلیل از امباپه تعریف میکنیم که قصد تمدید قرارداد با این بازیکن را داریم، اما نه، این فراتر از منافع باشگاه است. کیلیان در 22 و تقریبا 23 سالگی به بلوغی فوقالعاده رسیده است. ما میخواهیم این بازیکن را تا زمانی که ممکن است حفظ کنیم. شرایط فعلی یک موقعیت بسیار ویژه است، زیرا ما در مورد بهترین بازیکن جهان صحبت میکنیم و قرارداد امباپه رو به پایان است. من با او و خانواده‌اش رابطه مستقیم دارم و چه با مادر و چه با پدر کیلیان همیشه حرف میزنیم. البته در مقاطعی بحث بین ما شدیدتر هم میشود، اما این مسائل بخش از رابطه است. اگر کیلیان امباپه تصمیم به تمدید قرارداد بگیرد این اتفاق رو خواهد داد، زیرا ما نیز چنین چیز را میخواهیم. من فکر میکنم که آنها در نهایت همه چیز را در شرایط بسیار آرام پشت سر میگذارند. اما این وضعیت پیچیده است. به این معنا که شما دوست دارید امباپه تمام عمر در پاریس بماند و باید به جایگاه او احترام بگذاریم. فکر میکنم ما هنوز هم از توانایی بالایی برای حفظ امباپه برخورداریم و من به این موضوع اعتقاد دارم. فصل برای مارکوس راشفورد با دشواری با مصدومیت آغاز شد و این مهاجم جوان هنوز قادر به راهیابی به ترکیب ثابت یونایتد نبوده است. قرارداد فعلی مارکوس راشفورد با یونایتد در تابستان سال 2023 تمام می شود و علیرغم شایعات فراوان هنوز توافق درباره تمدید قرارداد صورت نگرفته است. نشریه موندو دیپورتیوو با انتشار گزارش مدعی شد بارسا نام مارکوس راشفورد را در لیست خرید خود قرار داده و ادامه وضعیت دشوار این مهاجم انگلیسی برای حضور در ترکیب یونایتد کاتالان ها را امیدوار به خرید این بازیکن در فصل تابستان پیشرو کرده است. علاوه بر کریستیانو رونالدو، مارکوس راشفورد باید با ستاره های چون جیدون سانچو، ادنسون کاوانی، آنتونیو مارسال و میسون گرین‌وود رقابت کند و بعد این ترتیب کار ستاره انگلیسی برای قرار گرفتن در ترکیب ثابت دشوارتر از قبل شده است. علاوه بر این، یونایتد با خرید دیالوی جوان از آتالانتا با مبلغ بیش از 20 میلیون یورو برای فصل زمستان حالا شاهد ترافیک بیشتر در خط حمله خود است و این شرایط ممکن است مارکوس راشفورد را مجاب به جدایی از این تیم بکند. البته بارسلونا 3 سال پیش نیز یک بار برای جذب راشفورد وارد عمل شده بود، در آن مقطع توافق بین طرفین صورت نگرفت. بجز بارسا، پاریس سن ژرمن بیمیل به توافق با مارکوس راشفورد نیست و در صورت جدی‌تر شدن شایع جدایی این بازیکن از یونایتد، باشگاه مسئول فرانسوی نیز برای خرید او اقدام خواهد کرد. از ایلینگ هالند نیز به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی بارسلونا برای تقویت خط حمله نام برده شده، اما به نظر می‌رسد جذب بازیکن مانند مارکوس راشفورد برای این تیم راحت‌تر خواهد بود. شکست 2-1 اتلتیکو مادرید مقابل سویا در استادیوم سانچز پیزخوان فاصله مدافع عنوان قهرمانی فصل قبل با صدر جدول را به 13 امتیاز رساند و حالا روخی بلانکوس از شانس چندان برای تکرار موفقیت سال گذشته برخوردار نیست. لوئیس سوارز مهاجم اوروگوئی اتلتیکو که فصل گذشته یکی از عوامل اصلی قهرمانی این تیم لقب گرفته بود، در فصل جاری چندان آمدن نشان نداده و دیشب نیز در مقابل سویا موفق به گلزنی نشد. دقیقه 58 بود که دیگو سیمونه سرمربی اتلتیکو لوئیس سوارز را زمین برون آورد و البته با واکنش این بازیکن مواجه شد. وقت تابلوی تعویض در کنار زمین نشان داد که لوئیس سوارز باید زمین را ترک کند، این بازیکن با ناراحتی و دلخوری از همان پشت دروازه سویا میدان را ترک کرده و بنداژ دور دست خود را نیز باز کرده و با این ژست رهسپار نیمکت شد. لوئیس سوارز در ماه‌های اخیر شرایط چندان خوبی در اتلتیکو مادرید نداشته و در 7 مسابقه اخیر در گلزنی ناکام بوده است. در واقع آخرین بار او 7 نوامبر و در بازی برابر والنسیا دروازه حریف را باز کرد و از آن مقطع چنین اتفاق رخ نداده است. قرارداد لوئیس سوارز با باشگاه اتلتیکو مادرید در پایان فصل جاری به اتمام می‌رسد و بعید است این تیم در صورت ادامه این روند تمایل به تمدید با او و حفظ لوئیس سوارز برای فصل بعد داشته باشد. دیگو سیمونه در پایان این دیدار اعلام کرد مسئولیت نتایج روخی بلانکو در هفته‌های اخیر با او خواهد بود. دیگو سیمونه گفت ما در مقطع دشوار قرار داریم و نتایج مورد نظر ما در زمین رقم نمیخورد، اما طرز فکر ما مانند گذشته است. ما باید بیشتر تلاش کنیم، بازیکنان مصدوم نیز به ترکیب بازگردند و مطمئن شویم که میتوانیم دوباره در مسیر اصلی خود قرار بگیریم. ما باید به دنبال بازیابی قدرت تیم خود باشیم و در این صورت همه چیز به طور طبیعی برای ما پیش میرود، اما مسئولیت این نتایج با من است و ما درسهایی را برای حرکت رو به جلو خواهیم گرفت. ما 10 سال است با این کادر فنی در اتلتیکو مادرید کار میکنیم. زمانی که من هدایت این باشگاه را بر عهده گرفتم نیز شرایط به همین منوال بود و حالا نیز متاسفانه 13 امتیاز با صدر جدول فاصله داریم. مسئولیت این شرایط را به طور کامل بر عهده میگیرم و البته اطمینان دارم اتلتیکو مادرید از این وضعیت عبور خواهد کرد.
سویا تیم شجاع و با شخصیت بود که در طول مسابقه پرس شدید روی بازیکنان ما داشت. زمان دروازه ما باز شد انتظارش را نداشتیم، اما تیم برنده است که بتواند دروازه حریف را باز کند و این اتفاق رخ داد. قرارداد عثمان دمبله با باشگاه بارسا در پایان فصل به اتمام می‌رسد. علی‌رغم تلاش فراوان سران باشگاه اسپانیایی، هنوز توافق برای تمدید صورت نگرفته است. پیشنهاد اقوا کننده تیم‌های از لیگ برتر انگلیس و البته آینده نامعلوم پروژه باشگاه بارسا باعث ایجاد تردید در ذهن عثمان دمبله شده و به نظر می‌رسد او تصمیم گرفته بعد از 5 فصل از این تیم جدا شود. حتی جاوی هم اخیراً شخصا با عثمان دمبله جلسه‌ای داشته و به این بازیکن تضمین داده در صورت تمدید قرارداد با بارسا در آینده پیشرفت چشمگیر را تجربه کند، اما حضور سرمربی جدید نیز تأثیری در تصمیم این بازیکن نداشته است. اما هفته گذشته رفتارهای عثمان دمبله به شدت باعث عصبانیت سران بارسا و بدتر شدن رابطه طرفین شده است. این ستاره جوان در مراسم خداحافظی سرخیو اگویرو مهاجم با تجربه بارسا غیبت کرده و این اتفاق در حال رخ داد که اغلب بازیکنان برای ودا با سرخیو راهی استادیوم نیوکمپ شده بودند. همچنین عثمان دمبله در مراسم رونمایی از پروژه بارسا اسپای نیز حضور پیدا نکرده و خود را نسبت به جریانات داخل باشگاه بی‌تفاوت نشاند. نشریه موندو دیپورتیوو با انتشار گزارش مدعی شد سران بارسا از دست عثمان دمبله عصبانی شده و تصور میکنند حتی در صورت تمایل به جدایی جواب حمایت و محبت های باشگاه را در 5 سال اخیر و به خصوص در مقطع مصدومیت های متوالی بازیکن چنین رفتار نبوده است. به هر حال رابطه عثمان دمبله با باشگاه بارسا بدتر از گذشته شده و با ادامه این روند بعید به نظر میرسد که فصل بعد شاهد حضور این بازیکن در استادیوم نیوکمپ باشیم. بارسا در شب دشوار با تکیه بر درخشش ستاره‌های جوان خود در نهایت 3-2 الچه را مغلوب کرد و امیدهای خود برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان را زنده نگه داشت. جاوی سرمربی بارسا در پایان این دیدار مدعی شد بازیکنان جوان این تیم در آینده میتوانند موفقیت‌های بزرگ را برای این باشگاه رقم بزنند. جاوی گفت عملکرد گاوی دیدنی بود و شخصیت این بازیکن در سن 17 سالگی شگفت‌انگیز است. یک نسل فوق‌العاده با حضور او نیکو، اریک، عبدی، آروخو و غیره در بارسا وجود دارد که آینده باشگاه برای رسیدن به موفقیت را رقم می‌زند. در شرایطی که در آن قرار داریم این 3 امتیاز طلایی بود و من فکر می‌کنم امروز بارسای خوب را در زمین دیدیم. البته وقتی میگوییم بازیکنان جوان همه چیز را رقم می‌زنند این پیام خاص برای بازیکنان بزرگتر تیم نیست. من از نگرش همه بازیکنان رضایت دارم و ما باید دوباره سبک بازی گذشته خود را پیدا کرده و در زمین اجرا کنیم. این من را بسیار شگفت‌زده می‌کند زیرا آینده باشگاه به همین موضوع بستگی دارد. اولین گل الچک کاملا روی اشتباه خودمان به ثمر رسید. ما شرایط را آنالیز خواهیم کرد و اشتباهات بازیکنان باید اصلاح شود. ما در روزهای گذشته روی بهره برداری از فضاها کار کردیم. وقتی یک مهاجم داریم او فضا را برای گاوی هم فراهم می‌کند و این کار است که جوتکلو انجام داد. او در ایفای نقش موفق عمل می‌کند. ما با بچه‌های 7 ساله بازی می‌کنیم و رسیدن به موفقیت نیاز به زمان دارد. همچنین گل‌های هم که دریافت می‌کنیم جالب نیست. امیدوارم این دیدار مانند یک نقطه عطف برای بارسا باشد. ما امشب کار را برای خودمان سخت کردیم و باید در چنین بازی‌های نکات زیاد یاد بگیریم. بارسا تا هفته‌های اخیر و با واسطه ناکامی در صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا در حال سپری کردن شرایط دشوار است، اما هواداران این تیم برخلاف دوران سرمربی قبلی به این سرمربی اعتقاد زیاد دارند و این بزرگترین برگ برنده جاوی است. اعتماد بالا به جاوی و البته تیزبینی این مربی در کشف و استفاده از استعدادهای جوان بارسا باعث شده تا با اضافه شدن چندین چهره جوان و زیر 20 سال به ترکیب تیم خون تازه در اکا یا بیناری ها جریان پیدا کند. فرانجو تکلای 21 ساله فقط به 16 دقیقه زمان نیاز داشت در اولین حضورش در ترکیب اصلی برای بارسا گلزنی کند. او با این گل سومین گلزن سریع تیمش در قرن 21 شد. بارسای جاوید دیشب در حال موفق شد با نتیجه 3-2 مهمان خود در هفته 18 را شکست دهد که با گل‌های فرانجو تکلا و گاوی در نیمه اول برنده راهی رختکن شد، اما در عرض 2 دقیقه دو بار دروازه خود را باز شده دید تا در آسانی از دست دادن یک برد مسلم قرار بگیرد. تیم جوان جاوی و پدیده هایی که قرار است آینده بارسا را شکل بدهند بعد از دریافت 2 گل و تغییر شوکه کننده نتیجه آرامش خود را حفظ کردند و موفق به زدن گل سوم شدند. کار که انجام آن نشان از انسجام تیمی و روحیه جنگندگی بالا در تیم بارسا داشت. گل سوم را گاوی 17 ساله یعنی زننده گل دوم برای نیکو گونزالس 19 ساله ساخت. در شب که ژوتکلای 22 ساله گل اول را زده بود، جاوی با یک مشت پسر بچه آینده دار از صد حریف بگذرد. کافی است ماشین حساب به دست گرفته و یک جمع و تقسیم ساده انجام دهید. آنگاه به عدد شگفت‌انگیز 19.33 خواهید رسید. این عدد میانگین سینی گلزنان بارسا در بازی دیشب است که واقعا تحسین برانگیز به حساب می آید. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.